ضربه شهریور سال 50، تعقیب و مراقبت ساواک و دستگیری محمد حنیف نژاد. آن تقاضاگر که اندر پرده است، قصه ای از من تقاضا کرده است، تا کنم در پرده اون قصه ساز، نغمه ای کان نشنود جز اهل راز. خود چه گویم من که اندر پیش دوست، نیست رازی کان نه او را پیش روست. لیک در هر دل بود رازی دگر، پرده هر نغمه را سازی دگر. گرچه خود این نغمه ها از یک صداست، راه هر پرده از آن دیگر جداست. ورچه در ظاهر بسی زیر و بم است، این همه پژواک ها زان یک دم است. چون به جز او نیست اینجا هرچه هست، راز و ساز و نغمه و پرده وی است. دکتر عبدالحسین زرینکوب، دفتر ایام. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، سلام بر شما. ستمگران همیشه تلاش کردند صاحب اختیار وقایع اتفاقیه باشند و با روایت های ناسواب در آن دست ببرند. میکوشند آرشیو را، خاطرات و یادمان‌ها را کنترل کنند تا به واسطه اون حافظه جمعی را کنترل کنند. از همین رو مبارزه با فراموشی یک وظیفه تاریخی است. یادمان‌ها را باید از خاطره فردی به حافظه اجتماعی منتقل کنیم تا آیندگان بهتر و دقیق‌تر گذشته را درک و تحلیل کنند. بعد از گرد و خاکی که حکومتیان آشکار و پنهان بر داستان دستگیری زنده‌یاد محمد حنیف نژاد پاشیدند، چند روز صبر کردم شاید کسانی که خود کاری نمی کنند اما وقتی دیگران کاری کنند آزرده می شوند، به جای هرزنویسی و طعن و لعن، کلمه را با کلمه پاسخ دهند و خودشون از آینه ها غبار زدایی کنند. اما افسوس که پشت جاذبه های لفظی و کاغذی تا فرسنگ ها فرسنگ، چراغی نیست، آبی نیست، فروغ مهتابی نیست، فقط برهوت است و بس. من مجاهد نبوده و نیستم و ورود به این مسئله هم در صلاحیت من نیست، اما نمیتوانم شاهد وقایع نگاری دروغ باشم، به ویژه وقتی رژیم قاتلان پشت آن است. این مطلب که پیشاپیش از نارسایی اون پوزش میخواهم، اشاراتی به ضربه مهیب ساواک به مجاهدین در شهریور سال 50
و حواشی آن است که در 20 مورد مرتبط با هم خلاصه می کنم. البته هر قسمت توضیحات بیشتری نیاز دارد، اما برای بست اون فرصت و اشراف کافی ندارم. نیت من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی است. موضع‌گیری له یا علیه جریان و فردی نیست. برای ورود به این بحث که نوعی وقایع نگاری و وقایع نمایی است، باید کمی به عقب برگردیم. یک، تشکیلاتی که زمستان سال 50 به نام سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام موجودیت کرد، پیش از اون تاریخ هم در بیرون و هم در درون زندان واژه جمع را برای خودشون به کار می بردند. در زندان شاه که درباره اسم سازمان بحث شده بود، سعید محسن نهضت آزادی را پیشنهاد کرد. مسعود رجوی معتقد بود اسم نهضت آزادی مناسب نیست و مرز ما را با رفورمیزم مشخص نمی کند. از قول حنیف نژاد گفته می شد یکی از آفتهای احزاب و گروه ها این بوده که اسم و رسمشون زیاد بود ولی محتوایشون کم. بنابراین فعلا اسگذاری روی خودمون کار درستی نیست. هویت ما از درون محتوای ما آشکار خواهد شد. دو، در نیمه اول سال 1350 در پی اصرار بخش‌های از تشکیلات مزبور به تعجیل در عمل مسلحانه، سازمان تلاش کرد اعضای دور دیده خود در اردوگاه‌های فلسطینی را برای تدارک فعالیت‌های نظامی و عملیات مسلحانه به کشور بازگرداند، اما با بدبیاری روبرو شد. 3. محمد یقینی و محسن نجات حسینی که از لبنان به تهران می‌آمدند همراه با سلاح و مهمات جاسازی شده، اول مرداد 1350 در فرودگاه بیروت گیر افتادند. 8 روز بعد محمد سادات دربندی نیست که با گذرنامه جعلی از بیروت به دبی رفته بود تا عازم ایران شود، در مسیر هوایی بندر لنگه به بندر عباس توسط مهماندار هواپیما که در جریان هواپیما ربایی وی را دیده بود شناسایی شد و در فرودگاه بندر عباس در حالی که چمدانی حاوی سلاح و مهمات جاسازی شده به همراه داشت دستگیر شد و به تهران اعزام گردید. 4. این دستگیری ها باعث شد سازمان سایر اعضا را یا از طریق قاچاق و مرز ترکیه همراه با مهمات یا در پوشش عادی و بدون سلاح از طریق پروازهای رسمی به ایران بازگرداند، به ویژه که در صدد بود با نزدیک شدن جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی با زدن یکی از دکل‌های کلیدی بغرسانی به تهران این جشن‌ها را به هر میزان که امکان پذیر بود با خاموشی مواجه سازد. 5. گفته می شود حنیف نژاد از مهندس ناصر سماواتی خواسته بود بررسی کند که آیا در صورت زدن دکل مزبور که بالای صخره کوه در ورود به مدخل مسیر دهکده کن قرار داشت، آیا در صورت زدن دکل مزبور برق در بیمارستان‌هایی که از آن تغذیه می‌شد توسط مولدهای اضطراری تأمین می‌شود یا خیر؟ و با نگرانی پرسیده بود آیا در اثر انفجار دکل به مقداری نزدیک آن در پایین کوه
و آبرین صدمه وارد نمی شود؟ وی پس از بررسی دوباره برق بیمارستان ها و اطمینان از عدم صدمه به مرداری و آبرین موافقت خود را برای اون طرح اعلام می کند. 6. همه چیز به گونه محاسبه شده بود که دکل برق را که در فاصله دو کوه قرار داشت بیاندازد. از قضا همون شب چریکای فدایی رفته بودند و بمبی در اونجا کار گذاشته بودند که دکل را کمی کج کرده اما نینداخته بود. در پیامد اون واقعه نیروهای نظامی و پلیس بسیج شده بودند. از همین رو تیم عمل کننده مجاهدین در اثنای کارش با درگیری و تیراندازی مواجه شد و افراد اون دستگیر شدند. 7. برای اینکه تنگناهای تدارکاتی برطرف گردد و اسلحه و مهمات از طریق منابع داخلی تامین شود، با فردی به نام شاه مراد دلفانی متاسفانه رابطه فعالتری برقرار شد. غافل از این که سواک گوش ایستاده و به دقت اوضاع را زیر نظر دارد. 8. پس از یک دوران طولانی تعقیب و مراقبت که از ارتباطات شاه مراد دلفانی عامل نفوذی سواک با ناصر صادق از نخستین یاران حنیف نژاد آغاز شد، اول شهریور 1350 مأموران امنیتی با قدرت تمام در یک شب و یک روز به پایگاه‌های مجاهدین در تهران از جمله خانه گلشن که نقش ستادی داشت هجوم آوردند. همچنین به خانه مسعود رجوی، پوران و حوری و منصور بازرگان، خانه خرمشهر، منزل بهمن بازرگانی و چندین و چند خانه جمعی دیگر. در اون روز اعضای برجسته سازمان یکی بعد از دیگری گرفتار شدند. در میان مامورین سواک کم نبودند کسانی که عرق میهنی داشتند و از همین رو خود را به آب و آتش می‌زدند تا نفرات بیشتری دستگیر شوند. معتقد بودند خرابکاران به ایران صدمه می‌زنند. 9. چنان که از متن گزارش های سواک برمی آید، جز عناصر رده 2 سازمان همه نیروها و کادرهای مؤثر روزهای نخست حدود 70 نفر و در مجموع اونچه ثبت شده 116 نفر به دام افتادند. برخی تا 143 نفر هم نوشتند. سواک که از ماها قبل این عده را در طور تعقیب و مراقبت خود داشت، از همکاری اداره های اطلاعات و ضد اطلاعات شهربانی هم برخوردار بود. 10. در این حملات بیشتر اعضای مرکزیت در خانه های بهمن بازرگانی و محمد بازرگانی، خانه سعید محسن و خانه گلشن محل استقرار حنیف نژاد به دام افتادند. مسعود رجوی هم در خانه تیمی گروه خودش در خیابان خوش دستگیر شد. 11. در ضربه شهریور 50 که تبعات اون به ماهای بعد کشیده شد، اگرچه در شماری از پایگاه‌ها که افراد دستگیر شدند میزان قابل توجهی اسلحه جاسازی شده بود، اما تقریبا هیچ برخورد مسلحانه روی نداد و این نشانگر اون بود که سازمان نه تنها آمادگی لازم برای ورود به فاز نظامی و دفاع از خود را در اون مرحله نداشت، بلکه احتمال چنین ضربه ای را هم نمی داد. 12. ذهنیت ها و توهمات، به خصوص استقرای ذهنی را محور قضاوت در مورد توان رژیم قرار دادن، از جمله دلایل اون غافلگیری بزرگ بود. همچنین
امنیتی شدن فضا بعد از عملیات سیاه‌کل، عقب ماندن سازمان از شرایط متحول امنیتی و ذهنیت نسبت به عمل، عمل بزرگ، رعد در آسمان بی ابر. 13. در ریشه یابی ضربه مهیب سال 50، کسانی به غرور محمد آقا حنیف نژاد اشاره نموده و مدعی بودند در تشکیلات پروسه انتقاد متوقف شده بود و ما جایی برای اظهار نظر نداشتیم چون تصمیمات از بالا گرفته می شد. سعید محسن گفته بود وقتی دانشجویان در برابر کار با عظمتی که در سازمان شده بود قرار می گرفتن، خود کمبین شده و انتقادشون به بنیانگذاران و مسئولین محو می شد. این درست نبود. وی علت ضربه را در شیوه عذرگیری ها هم می دانست. 14. بهروز باکری معتقد بود که ضربه 50 یک ضربه تاریخی به جنبش مسلحانه بود و شرایط طبیعی و تاریخی ما ایجاب میکرد چنین ضربه‌ای بخوریم. یک رشته ذهنیت‌هایی در عمل وجود داشت، از جمله اینکه شناختی عمیق از ساواک نداشتیم و بنابراین ضربه طبیعی بود. ما ساواک را دست کم گرفته بودیم. 15. حنیف که معتقد بود اگر کار ایدئولوژیک ادامه پیدا نکند، ارتجاع حتماً و حتماً مسلط خواهد شد، 50 صفحه ریز از خودش انتقاد کرد و عمل نکردن به دستاوردها که ناشی از ضعف‌هایی بوده که افراد داشتند را برجسته نمود. او به قدری خودش را زیر سوال برده بود که برخی از اعضا مانع انتشار اون شدند. حنیف معتقد بود که در روزهای آخر میبایست بیش از پیش به کارهای استراتژیک و تاکتیکی میپرداخت، چرا که مسئله امنیتی در رأس امور بود. 16. جدا از چالش ایدئولوژیک در اون جریان نوپا و پویا که از شهریور و پاییز 1344 چون جوانه‌ای در زیر خاک روش میکرد، تمایل و گرایش به عمل انقلابی و نوعی ماجراجویی که متأثر از شتاب چریکای فدایی در عمل مسلحانه نیز بود، ضربه شهریور 50 را که تا بهار 51 ادامه داشت اجتناب ناپذیر می کرد. در اون سالها گاه این گفته به صورت ضرب المثل شنیده می شد: اسلحه خدای دوم شخص است. 17. روز واقعه، اول شهریور 1350، تعدادی از اعضای مرکزیت در خانه هایی که حمله شد حضور نداشتند و دستگیر نشدند، از جمله محمد حنیف نژاد. وی 30 مهر 1350، حدود 2 ماه بعد از بازداشت مسعود رجوی، به اتفاق رسول مشکین فام، ابراهیم آوخ، سید جلیل سید احمدیان، محمد حیاتی و عطاءالله حاج محمودیان صاحب خانه دستگیر شده است. 18. خانه حاج محمودیان انتهای خیابان قیاسی در دروازه دولاب، منطقه متراب، از امکانات بعد از ضربه شهریور بود و حتی سعید محسن آدرس اون خانه را نمی دانست. افراد زندانی اساساً از اون خبر نداشتند که کروکیش را بکشند و جاسازیش را هم مشخص کنند. و بعد از 2 ماه که از دستگیریشون گذشته، و همه قرار و مدارها سوخته، برون همونجا سر قرار. و تازه وقتی با چشم بسته کسی اونجا برده شده، او چگونه آدرس اون رو میشناسد و حتی میداند در اون خانه رنگش آبیست. 19. طرح انفجار دکل در ورود به مدخل مسیر دهکده کن و گروگانگیری شهرام پهلوی پسر اشرف
هرچند هر دو شکست خورد، ساواک را بیش از پیش بسیج و حساس کرد و سرانجام از طریق تعقیب و مراقبت رسول مشکین فام به محل اقامت محمد حنیف نژاد رسیدند. روایت بهمن بازرگانی، ابراهیم آوخ که در همون خانه همون روز دستگیری حنیف دستگیر شد، پرویز یعقوبی، لطفعلی بهپور، مهدی تقوایی، سعید شاهسوندی، محمد صادق، محمد ابراهیم جوهری، محسن نجات حسینی، کریم رستگار، لطف الله میسمی، محمد محمدی گرگانی و نصرالله اسماعیل زاده نیز جز این نیست. ساواک از طریق تعقیب و مراقبت رسول مشکین فام به محل اقامت محمد حنیف نژاد رسید. 20. در زندان که همه از یکدیگر باخبرند و به اصطلاح جیک و پیک هر کس در بازجویی و بعد از اون مشخص می شود، اون هم کسی که 7 سال در زندان است، به اصطلاح او لودهنده خانه حنیف به اصطلاح چگونه در رأس قرار می گیرد و در نهایت همه او را می پذیرند؟ این غیر ممکن است و توهین به همه زندانیان سیاسی آن دوران در زندان شاه. آیت الله طالقانی، آیت الله لاهوتی، شکرالله پاک نژاد، عبدالرضا نیکبین رودسری عبدی، بیژن جزنی، سفر قهرمانی، حسین روحانی، تراب حقشناس، تقی شهرام و رضا رضایی حتی با اشاره لو دادن خانه حنیف نژاد را تایید نکردند. سید محمد کاظم موسوی بجنوردی، عزت شاهی، بهزاد نبوی و حتی امثال جواد منصوری و محمد داوود آبادی نیکاین و عبدالمجید معادی خواه هم هرچند نگویند، میدانند که ساواک از طریق تعقیب و مراقبت رسول مشکین فام به محل اقامت محمد حنیف نژاد رسید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. دشمنی با فرد و گروهی نباید باعث بشود که ما به امتناع انصاف و واقع بینی بیفتیم. نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است و فردا پس فردا همه سر بر خاک می نهیم و غبار می شویم. آدمی شایسته نیست که ابزار کس دیگری قرار گیرد. آقای ناصر نوذری رسولی، بازجوی قهار کمیته مشترک، هم ادعا داشت شکرالله پاک نژاد از عوامل ساواک بود و ما خودمون او را برای خبرچینی به میان زندانیان دیگر فرستادیم. تصریح کنم که نشان دادن گزارش‌های غیر واقعی مأمورین امنیتی در مورد رهبر عقیدتی مجاهدین از انتقاد امثال من به عمل کرده ایشان در این سالها نمی‌کاهد. من از مسعود رجوی صحبت می‌کنم که معلم بود نه مبلغ، به سقوط گفتار نیفتاده بود، خود را زیر سوال می برد و به چاپلوسان میدان نمی داد. مرز منتقد و مزدور را به هم نمی ریخت و باور داشت در نقد چیزی وجود دارد که مرتبط با فضیلت است. همو که در ظلمت شبانه بعد از سال 54 پرچم ایستادگی برافراشت و به آرمان حنیف وفادار ماند. در پایان اضافه کنم که به ادعای جناب آقای پرویز معتمد،
مسئول سابق تیم‌های تعقیب و مراقبت و شنود ساواک، بیانیه 12 ماده‌ای طرح آقای رضا عطارپور رئیس اطلاعات اوین و کمیته مشترک و در واقع طرح ساواک بوده است. منظور ایشون از بیانیه 12 ماده‌ای اطلاعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین در برابر جریان اپورتونیستی است که مسعود رجوی سال 54 تدوین نمود. ایشان گفتند بیانیه 12 ماده‌ای طرح آقای رضا عطارپور رئیس اطلاعات اوین و کمیته مشترک و در واقع طرح ساواک بوده است. این ادعا واقعی نیست و ارزش پاسخگویی هم ندارد. من به حرمت سالخوردگی آقای معتمد از توضیح بیشتر می گذرم. حسن تو دایم بدین قرار نماند، مست تو جاوید در خمار نماند. ای گل خندان نوشکفته، نگهدار خاطر بلبل که نوبهار نماند. عاقبت از ما غبار ماند، زنهار تازه تو بر خاطری غبار نماند.